55 سال است که در بخش انگورداری کار می کند و از این طریق زندگیش را تأمین می نماید. عبدالهاشم احدی، باشنده ولسوالی رستاق تخار که در 2.5 جریب زمین بیش از 8 تاک انگور را غرس کرده است، می گوید سالانه حدود 8 تا 10 تن انگور گردآوری و به فروش می رساند. این سال الحمدلله سلات انگور خوبش است. دیگه یک ذره خریدش کمتر کند شده گیست نباشه، دیگه حاصلاتش بسیار خوب است. یه 2.5 جریب زمین قریب ما انگور داریم، در حدود میشه 12 یا 1300 انگور میشه با فروش. نبود سردخانه های میاری به خاطر نگهداری محصولات باغداری و همچنان نبود بازار مناسب در داخل و بیرون کشور بر فروش محصولات از چالش هایی است که باغداران انگور در رستاق تخار با آن دست و پنجه نرم می کنند. اما یگانه مشکلی که در باغدارای ولسوالی رستاق مواجه و نبود یک سردخانه فنی و خوبتری که ساخته نشده و حاصلات مردم رو و سیر 100 و 150 الا نهایتش 180 از این بیشتر نمیخرند. باز اگر که سردخانه و چی که نداریم، وقتی که اندک برف و باران زند ما آسیب میبینیم. انگور باز از او دیگه کسی نه انگور میخره نه ایچ چیز. امارت اسلامی، حکومت اسلامی خوانستیم که به ما کشمش خانه جور کنن، بازارهای مارکت های فروش میوه را ایجاد کنن، دیگه سردخانه و باد و بلا جور کنن که ما حاصلات ما دیگه چیکن نباشه کلش بشه. اگر یک مو خنکی میکنی نمیم 15 روز پس خنک میشه کلش سرد میزنه میپس از بین میره. در این حال مسئولان زراعت تخار با آنکه از افزایش 10% حاصلات انگور امسال نسبت به سال پار سخن میگویند، اما تاکید دارند که کار ساخت و ساز یک سردخانه میاری در این ولایت جریان دارد که با بهره برداری آن بخشی از مشکلات دهاقین تخار مرفوع میشود. یک سردخانه 500 متریک تنه را در حال ساخت است در فرم باغ ذخیره طالقان که با ساخت این سردخانه مشکلات دیاقین ما تقریبا در حدود 40% مرفوع می شود و از لحاظ ذخیره سازی پیاز رومی می تواند که مشکلات دیاقین مرفوع بسازد و از این آید خوبتر بیشتر به دست بیاورند. انگور ولسوالی رستاق ولایت تخار به بیش از 15 نوع می رسد که مشهورترین آن انگور حسینی است. به گفته باغداران انگور در این ولسوالی، آنان به دلیل نبود سردخانه های میاری و نبود مارکت مناسب در داخل و بیرون کشور نمی توانند محصولاتشان را به بهای خوبتر به فروش برسانند. عتیق‌الله عتیش، تلویزیون ملی، ولسوالی رستاق تخار.